15 تیر ماه ورزشگاه اولترافورد میزبان بازی نخست یورو 2022 زنان میان تیم ملی انگلستان و تیم ملی اتریش خواهد بود. رقابتی که به دنبال همه‌گیری کرونا با یک سال تأخیر در شهرهای مختلف انگلیس برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن به آغاز این مسابقات، رفته رفته اطلاعات کاملتری از تیم‌های حاضر در اینجا منتشر می‌شود و حالا فرصت مناسبی است برای بررسی اجمالی تیم‌های شاخص در این رقابت‌ها. به نظر می‌رسد ردپای تیم‌های موفق و پرامید را باید در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا جستجو کرد. جایی که بازیکنان شاخص از ملیت‌های مختلف در کنار یکدیگر یکی از به یاد ماندنی‌ترین دوره‌های این رقابت‌ها را رقم زدند. اتفاقاتی کم نظیر در عرصه فوتبال باشگاهی زنان در طی یک سال گذشته سبب شد قدم‌های بسیار مثبتی در بخش هواداری فوتبال زنان از سوی باشگاه و هواداران برداشته شود که در نهایت فوتبال ملی هم از مزایای آن بهره‌مند خواهد بود. یکی از بزرگترین رویدادهای فوتبالی در این رابطه به دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان زنان برمی‌گردد که تیم زنان بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ و در جریان بازی رفت مقابل وولفسبورگ آلمان میزبان 91648 هوادار فوتبال بود. این رکورد جدید تنها به فاصله یک ماه از حضور 91533 تماشاگر در این ورزشگاه در جریان بازی این تیم مقابل رئال مادرید ثبت شد. اگر به سیر این اتفاقات نگاه کنیم، انتظار می رود رقابت‌های یورو 2022 نیز در شمار رقابت‌های جذاب و پرتماشاگر فوتبال زنان قرار گیرد. مسئولان رقابت‌های یورو امیدوارند بازی افتتاحیه این دوره در ورزشگاه اولترافورد، ورزشگاه خانگی تیم منچستر یونایتد، بتواند رکورد حضور تماشاگر در تاریخ مسابقات یورو را بشکند. رکورد کنونی با 41000 تماشاگر مربوط می‌شود به فینال یورو 2013 میان آلمان و نروژ در استکهلم سوئد که با قهرمانی آلمان‌ها همراه شد. 16 تیم حاضر در دور نهایی این رقابت‌ها در حالی در قالب 4 گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند که به دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین، یوفا روسیه را از شرکت در این بازی‌ها محروم و تیم ملی پرتغال جایگزین این تیم شد. این بررسی رو از گروه یک شروع می‌کنیم، جایی که به نظر می‌رسه انگلیس و نروژ کار سختی برای صعود به مرحله بعد نداشته باشند. اگر دیگر تیم‌های حاضر در این گروه، یعنی اتریش و ایرلند شمالی به عنوان پدیده ظاهر نشن، رقابت اصلی بین انگلیس و نروژ برای سرگروهی در گروه یک خواهد بود. در مرحله یک چهارم نهایی، تیم دوم گروه یک به مصاف سرگروه گروه دو خواهد رفت که به احتمال زیاد اسپانیاست. بنابراین بازی بین انگلیس و نروژ برای کسب عنوان سرگروهی به نظر میاد جذابترین بازی مرحله گروهی در گروه یک خواهد. انگلیس به عنوان یکی از کشورهای سرآمد در لیگ فوتبال زنان و میزبان رقابت‌های یورو امید زیادی به قهرمانی در این رقابت‌ها داره. سارینا ویکمن، سرمربی هلندی تیم ملی انگلیس، در حالی هدایت این تیم رو پس از فیل نویل بر عهده گرفته که در سال 2017 در شرایط مشابه به عنوان سرمربی هلند میزبان رقابت‌های یورو 2017 انتخاب شد و این تیم رو به قهرمانی رسوند. ویکمن با انتخاب بازیکنان شاخص سوپرلیگ زنان انگلیس و با تکیه بر حمایت هوادارانی که حالا تمام بلیط‌های مرحله گروهی این تیم رو خریداری کردن، بسیار به نتیجه خوشبینه و به قول کارشناسان فوتبالی انگلیس، شاید این بار جام به خانه برگردد. با توجه به آشنایی نسبتاً کم فوتبال دوستان با تیم‌های زنان، حالا فرصت مناسبیه تا به معرفی بازیکنایی بپردازیم که به نظر میاد میتونن نتیجه بازی‌ها رو به سود انگلیس تغییر بدن. لیا ویلیامسن، کاپیتان تیم زنان انگلیس و هافبک شاخص آرسنال، فرانک کربی، بازیساز چلسی که بعد از مدت‌ها فاصله از فوتبال حالا با آمادگی مناسب به ترکیب برگشته و بسمید، مؤثرترین بازیکن سوپرلیگ انگلیس در زمینه مشارکت در گل، از انگلیس تیمی مدعی برای کسب عنوان قهرمانی ساختند. از لارن هم، وینگر 21 ساله تیم منچستر سیتی هم نباید غافل شد که طی 5 سال اخیر 4 بار موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن جوان فصل شده و در زمینه خلق موقعیت از طریق حمله توپ بهترین آمار را در انگلیس داشته. دیگر تیم صاحب نام این گروه یعنی نروژ از بازیکنهای بهره میبره که نقش موثری در عملکرد تیم‌های باشگاهی خودشون در این فصل لیگ قهرمانان زنان داشتند. حضور کارولین گرهام هانسن، وینگر بارسلونا و ایدا هگربرگ، مهاجم المپیک لیون در ترکیب این تیم برای هر یک از حریفان خطرناک خواهد بود. اما به نظر میرسه دروازه و دفاع نروژ پاشنه آشیل این تیمه. باید دید این خط حمله قوی تا چه حد از پوشش دفاعی مناسب برخورداره. عده زیادی از کارشناسان از گرهام هانسن به عنوان بازیکنی یاد میکنن که عملکرد بسیار خوبش در سایه بازیکنان کلیدی بارسلونا از جمله پوتیاس و هرموسو قرار گرفته و اونطور که باید و شاید به توانایی‌هاش توجه نشده. حالا این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای این بازیکنه تا توانایی‌های خودش رو هر چه بیشتر به نمایش بگذاره. به سراغ گروه دو بریم.
برخلاف گروه یک در گروه دو متشکل از اسپانیا، آلمان، دانمارک و فنلاند شاهد حضور تیم‌هایی با سطح فنی نزدیک به هم خواهیم بود. بیراه نیست اگر این گروه رو هیجان انگیزترین گروه این رقابت ها بدونیم. جایی که فینالیست دوره قبلی بازی ها یعنی دانمارک در کنار آلمان قهرمان 8 دوره رقابت های یورو به همراه اسپانیای جذاب رقابت های یورو 2022 رو آغاز میکنند. اولین بازی آلمان در برابر دانمارک خواهد بود و به نظر میرسه این بازیه که تکلیف این یکی از دو تیم صعود کننده از این گروه رو تا حد زیادی مشخص میکنه. نکته جالب اونه که در سال 2017 این دانمارک بود که در دور یک چهارم آلمان رو شکست داد و در نهایت رقابت‌ها رو با عنوان نایب قهرمانی به پایان رسوند. با اسم بردن از اسپانیا تمام توجه به نفرات شاخص بارسا در این تیم خواهد بود. در واقع اسپانیا به مدد حضور 8 بازیکن بارسا در لیست 23 نفری خود یکی از شانس‌های قهرمانی و گزینه‌های جذاب برای تماشاست. با وجود غیبت کاپیتان شاخص این تیم یعنی جنیفر هرموسو به دلیل مصدومیت، اسپانیا کماکان از یکی از بهترین ترکیب‌ها برخوردار. ساندرا پانیوس در درون دروازه بارسا در طی 30 بازی تنها 11 گل دریافت کرده و خط دفاع تیم ملی از حضور ایرن پاردس و ماپی لئون زوج دفاعی بارسا برخوردار. الکسیا پوتیاس برنده توپ طلا و آیتانا بونماتی دیگر مهره‌های کلیدی از تیم بارسا در خط هافبک اسپانیا هستند. اگرچه بهترین نتیجه اسپانیا در این رقابت‌ها به 25 سال پیش برمی‌گرده، اما این بار با توجه به عملکرد بسیار خوب بارسلونا و آمادگی مناسب نفرات این تیم، باید دید آیا خورخه ویلدا می‌تونه به شکل مناسبی از این بازیکنان بهره‌گیری کنه یا خیر. نتیجه قاطع اسپانیا مقابل استرالیا در بازی‌های دوستانه اخیر خبر از بازی‌های جذابی از سوی این تیم در رقابت‌های یورو می‌ده. از آن سو اگرچه آلمان در دوره قبلی نوار قهرمانی‌هاش در یورو از سال 1993 پاره شد و تنها تا دور یک چهارم یورو 2017 پیش رفت، اما بازیکنانی نظیر سارا دابریس از لیون، شولر از بایرن، هوت و وسموت از وولفسبورگ میتونن در بازی مقابل دانمارک شرایط رو به سود آلمان تغییر بدن. هوت مهاجم و وینگر تیم وولفسبورگ که در فصل پیش با این تیم قهرمان آلمان شد و تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم پیش رفت، با 12 پاس گل بهترین پاسور آلمان لقب گرفت و جایزه بهترین بازیکن فصل رو هم از آن خودش کرد. انتظار میره هوت که سابقه قهرمانی در یورو و المپیک رو هم با تیم آلمان داره از ستاره های این تیم در یورو 2022 باشه. تیم دوم این گروه به احتمال زیاد حریف انگلیس در دور بعدی رقابت ها خواهد بود و این به منزله یک چالش اساسی، اما در حال حاضر صعود از مرحله گروهی اولویت اول آلمان و دانمارک و باخت مقابل اسپانیا تا حدی قابل قبول. دانمارک دیگر تیم صاحب نام این گروه و فینالیست دوره قبل امیدوار به دو بازیکن کلیدی خواهد بود. پرنیل هاردر، کاپیتان تیم و مهاجم کلیدی چلسی که با پیوستن به این تیم از وولفسبورگ گرانترین انتقال فوتبال زنان رو رقم زد و سین برون دیگر مهاجم این تیم که فصل اخیر رو به صورت قرضی در منچستر یونایتد پشت سر گذاشت و در فصل آتی بار دیگر به لیون باز خواهد گشت. هاردر بهترین بازیکن سال یوفا در سالهای 2018 و 2020 و همینطور دارنده 7 عنوان بهترین بازیکن سال دانمارک است که فرستاش‌های معروفش و تواناییش در بازی در فضاهای بسته اون رو از سایر بازیکنان متمایز کرده تا جایی که خیلی از کارشناسان از اون به عنوان یکی از تکنیکی ترین فوتبالیست‌های زن در جهان نام می‌برند. همچنین باید به آمار خیره کننده این بازیکن در موقعیت سازی روی حمله تو از عقب زمین طی فصل گذشته اشاره کرد. در صورت راهیابی دانمارک به مراحل بالاتر و رویارویی این تیم با سوئد، جدال هاردر با پارتنرش در قلب دفاعی تیم ملی سوئد یعنی ماگدالنا اریکسن از اتفاقات ویژه جام خواهد بود. در اسکواد دانمارک باید به نادیا ندیم مهاجم افغان‌الاصل این تیم هم اشاره کرد. ستاره 34 ساله سابق منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن که پس از کشته شدن پدرش از ژنرال‌های ارتش افغانستان به دست طالبان در سال 2000 به دانمارک مهاجرت کرد و حالا با 100 بازی ملی جز بازیکنان با تجربه دانمارک. ندیم همزمان با فوتبال به تحصیل در دانشگاه هم پرداخته و مدرک پزشکی خودش را در سال 2022 دریافت کرده. اما در گروه 3 با حضور هلند، سوئد، سوئیس و پرتغال به نظر میرسد شیرهای نارنجی هلند بیشتر توجه را به خود جلب خواهند کرد. مدافع عنوان قهرمانی اگرچه در بازی دوستانه خود مقابل انگلیس با شکست سنگین 5-1 زمین را ترک کرد، اما ترکیب نهایی نفرات این تیم خبر از بازی‌های جذابی می‌دهد. با حضور میدما، ماشین گلزنی هلندی‌ها و تیم آرسنال و رکورددار بیشترین گل زده در تاریخ سوپرلیگ زنان انگلیس، در کنار جیرورد، هافک وورسبورگ و مارتنز که پیش از یورو از بارسا به پی اس جی پیوسته، هلند به شرط صعود از گروه کار سختی را تا مرحله نیمه نهایی پیش رو نخواهد داشت. نکته قابل توجه، حضور یک سرمربی انگلیسی روی نیمکت تیم مدافع عنوان قهرمانی است.
از یادگیری فشرده زبان هلندی با کلاس‌های 5 روزه هفته تا همراهی اریک تن هاگ در تمرینات آژاکس در سال 2018، مارک پارسنز، سرمربی 35 ساله تیم ملی زنان هلند، حالا معتقد است تداوم در روند روبروشت این تیم اولویت اصلی است. اگرچه همه انتظار دارن مدافع عنوان قهرمانی یورو تمام حریفان خود را شکستند. پارسنز که در ماه فوریه به سرمربیگری تیم زنان هلند انتخاب شده، تنها 3 سال از دروازه‌بان تیمش بزرگتر است. او که پیش از پیوستن به بازیکنان در هلند جلسات متعددی را با تک تک بازیکنان و کادر فنی برگزار کرده بود، معتقد است هر مربی فوتبال را به زبان خاصی صحبت می‌کند. بنابراین لازم است در گام اول کادر فنی و بازیکنان با ادبیات فوتبالی یکدیگر آشنا شوند تا ادامه مسیر هموارتر شود. اما سوئد، قهرمان این رقابت‌ها در سال 1984، دیگر تیم مدعی صعود از گروه و از مدعیان قهرمانی است. در ارتباط با آمادگی بالای بازیکنان سوئد، گرهاردسن سرمربی این تیم پیش از اعلام لیست نهایی نفرات عنوان کرد هیچ وقت انتخاب نفرات اصلی تیم تا این حد سخت نبوده است. در نوک حمله تیم سوئد، رولفو مهاجم بارسلونا و استینا بلکستانیس مهاجم آرسنال از نفرات پر امید خواهند بود. نکته جالب همگروهی سوئد و هلند رویارویی میدما و بلکستانیس خواهد بود که در آرسنال هم همبازی یکدیگرند. ماگدلانا اریکسن کاپیتان تیم چلسی نیز خط دفاعی سوئد را رهبری خواهد کرد و دیگر بازیکنان کلیدی سوئد کارلین سگر و کوزوار اسانی کاپیتان‌های اول و دوم این تیم خواهند بود. دو بازیکن تلاشگر و با سابقه سوئد که اتفاقاً در زمینه‌های اجتماعی هم فعال بودند. سگر یکی از نفرات مؤثر در بحث‌های برابری حقوق بازیکنان مرد و زن در تیم ملی سوئد بود که توانست این کمپین را به نتیجه برساند. حذف در دور 1/4 نهایی بازی‌ها در دوره قبلی توسط هلند همگروهی این دو تیم را بیش از پیش جذاب کرده است. نایب قهرمانی سوئد در بازی‌های المپیک با حضور اکثر بازیکنان حاضر در تیم فعلی هواداران این تیم را به یک نتیجه خوب در یورو 2022 بسیار امیدوار کرده است. در نهایت در گروه 4 فرانسه، ایتالیا، بلژیک و ایسلند حضور خواهند داشت. قوی‌ترین تیم گروه یعنی فرانسه، کشوری با تیم‌های برجسته و قدرتمند در عرصه فوتبال باشگاهی زنان، اگرچه چشم عنوانی بهتر از حضور در دوره 1/4 نهایی این رقابت‌ها دارد، اما مشکلات داخلی مانع بزرگی پیش روی این تیم است. فرانسه 3 دوره از بازی‌ها در 2009، 2013 و 2017 را با حذف در مرحله 1/4 تمام کرده است و به نظر می‌رسد عدم وجود تعامل و ارتباط لازم میان سرمربی این تیم و بازیکنان راه را بر پیشرفت و موفقیت بسته است. دو ستاره تیم لیون فرانسه که در فصل گذشته موفق به قهرمانی در لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا شدند، به واسطه حضور کوین دیاگ در رأس کادر فنی جایی در ترکیب ندارند. سومر گلزن‌ترین بازیکن تاریخ فرانسه و آنلی کاپیتان این تیم در جام جهانی پیشین هم در این دستند. خبرنگاران فرانسوی معتقدند ادامه حضور دیاگ در این تیم عجیب و غیرقابل قبول است. باید دید این تیم توانایی غلبه بر حاشیه‌ها را در این تورنمنت خواهد داشت یا خیر. 5 بازیکن از لیون و 5 بازیکن از پاریس سن ژرمن در لیست 23 نفره تیم ملی فرانسه حضور دارند و با توجه به حضور این دو تیم در نیمه نهایی چمپیونز لیگ و قهرمانی لیون در این رقابت‌ها، تجربه بین‌المللی این بازیکنان کمک شایانی به فرانسه خواهد کرد. فرانسوی‌ها به ماری آنتوان کاتوتو، مهاجم 22 ساله پی اس جی امید دارند که در فصل گذشته برای این باشگاه 25 گل به ثمر رساند. این آمار گلزنی در لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان بیش از ایکس جی کاتوتو بوده تا از او به عنوان یکی از مهاجمین کلینیکال اروپا و شانس‌های کسب جایزه بهترین گلزن رقابت‌های یورو 2022 نام برده شود. دیگر تیم پر امید این گروه ایتالیا است که آخرین دوره حضور نسل طلایی فوتبال زنان این کشور را شاهد خواهیم بود. تیمی با خط دفاعی قدرتمند که در جام جهانی 2019 با وجود حذف در 1/4 مقابل هلند هیچ گلی در جریان بازی دریافت نکرد. اما تفاوت سطح فاحش سری آ با دیگر لیگ‌های اروپایی و کمبود قدرت فیزیکی بازیکنان در مقایسه با دیگر تیم‌ها از نقاط ضعف این تیم خواهد بود. 9 بازیکن از یوونتوس، قهرمان بلا منازع سری آ، در تیم ملی ایتالیا حضور خواهند داشت. ساراگاما، مدافع مرکزی و کاپیتان یوونتوس و تیم ملی ایتالیا، این تیم را رهبری خواهد کرد. و باربارا بونانسا، وینگر 30 ساله یوونتوس هم در متن حرکات هجومی این تیم قرار خواهد داشت. بونانسا با 62 دریبل در فصل گذشته سری آ سومین بازیکن در امر دریبل زنی بود و در امر خلق موقعیت از طریق حمله توپ هم در بین بازیکنان سرآمد لیگ قرار داشت. گرچه قهرمانی برای ایتالیا دور از ذهن است، باید دید قهرمانی تیم مردان ایتالیا در رقابت‌های اخیر یورو تا چه حد الهام بخش تیم زنان ایتالیا در یورو 2022 خواهد بود.
باید دید تلاش میزبان بازی‌ها در کشوری که سرآمد فوتبال باشگاهی در هر دو بخش زنان و مردان است تا چه اندازه میتواند مشوق نسل جوان هوادار فوتبال به ویژه در بخش زنان باشد. در تورنمنتی که احتمالاً باشکوه‌ترین در تاریخ فوتبال زنان خواهد بود، کدام کشور قهرمان رقابت ها خواهد شد؟ انگلیس آماده، اسپانیای پرستاره، هلند مدافع عنوان قهرمانی، نروژ با انگیزه یا سوئد با تجربه؟ و شاید هم پدیده این دوره از بازی ها.